تفنگداران ناشناس در فاریاب یک دهقان را تیرباران کردند. وست در واکنش به حمله انتحاری در کابل، تروریسم بر هر دلیل و در هر مکان قابل دفاع نیست. ارتش 300 هزار نفری پیشین آماده مبارزه مسلحانه در برابر طالبان شد. طالبان عملا در حال از دست دادن کنترل مناطق استراتژیک کابل هستند. منابع از فاریاب در شمال افغانستان میگویند که افراد مسلح ناشناس یک دهقان را در این ولایت تیرباران کردند. منابع محلی بر روزنامه 8 صبح میگویند که این رویداد روز دوشنبه 7 عمل در روستای خوشبایی ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب اتفاق افتاده است. بر اساس اطلاعات منابع، این دهقان اسدالله نام داشته و حین کار در مزرعه‌اش از سوی افراد مسلح ناشناس آماج گلوله‌باری قرار گرفته است. منابع تأکید میکنند که اسدالله انسان بی‌آزاری بوده و با کسی خصومت شخصی نداشته است. هنوز دلیل گلوله‌باری به این دهقان در فاریاب معلوم نیست. طالبان با تایید وقوع این رویداد گفتند که در تلاش شناسایی و بازداشت عاملان آن هستند. اخیراً قتل‌های مرموز در فاریاب افزایش یافته است. روز یک شنبه گذشته نیز افراد ناشناس یک دهقان را در این ولایت با ضربات پیهم چاقو کشتند. وست در واکنش به حمله انتحاری در کابل، تروریسم بر هر دلیل و در هر مکان قابل دفاع نیست. توماس وست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، در واکنش به حمله انتحاری روز گذشته در نزدیکی وزارت امور خارجه طالبان گفته است که تروریسم بر هر دلیل و در هر مکان غیر قابل دفاع است. نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان این مطلب را دوشنبه شب در توییت بیان کرده است. توماس وست گفته که گزارش‌های وحشتناک از یک حمله انتحاری در کابل برایش رسیده است. نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان با بیان این که افغان‌ها به اندازه کافی رنج کشیدند، با خانواده‌های قربانیان حمله انتحاری روز گذشته در کابل غم شریکی کرده است. بر اساس گزارش‌ها، در حمله انتحاری روز گذشته در نزدیکی ساختمان وزارت امور خارجه طالبان، افزون بر افراد عادی، شمار از کارمندان این وزارت نیز کشته و زخمی شدند. رزاق مامون، تشویق خلیلزاد و انفجار در کابل. تغییر در تاکتیک نظامیان ارتش پیشین، آنها تا آخرین گلوله می جنگند. تعامل امریکا و اروپا با طالبان کماکان وجود دارد و بدون خوشحالی خلیلزاد نیز حاکمیت طالبان با پول امریکا سر جایش ایستاده است. تغییر در مقاومت نیروهای سابقه پلیس، ارتش و امنیت رونما شده است. آنها تا آخرین گلوله با طالبان می جنگند. گزارش بود از رزاق مامون. دومین حمله بر وزارت خارجه، دیپلمات‌های پیشین طالبان در تأمین امنیت دیپلمات‌ها ناکامند. دومین حمله در مقابل دروازه ورودی وزارت امور خارجه کشور زیر اداره طالبان، جان 2 تن از دیپلمات‌های این وزارت و 4 غیر نظامی دیگر را گرفته است. پیش از این نیز در یک حمله انتحاری جداگانه 23 کارمند وزارت خارجه زیر اداره طالبان جان باختند و بیش از 40 تن دیگر زخمی شدند. تحلیلگران در آن زمان افغانستان را بهشت ترورستان و سیاچال امنیتی جهان توصیف کردند. اکنون برخی از دیپلمات‌های ارشد حکومت پیشین دومین حمله بر کارمندان وزارت خارجه را قصدی و عمدی می‌خوانند. به گفته آنان، طالبان به دیپلمات‌های حکومت پیشین اعتماد ندارند و با این کار می‌خواهند نخبه‌های این وزارت را از بین ببرند. مسئولیت حمله تازه بر وزارت خارجه زیر کنترل طالبان را تاکنون هیچ گروهی بر عهده نگرفته است. وزارت خارجه از نهادهای کلیدی دولت پیشین افغانستان بود که در جریان 20 سال گذشته مورد حمله های رسافگنانه قرار نگرفته بود. این وزارت در یکی از مکانهای به شدت محافظت شده و تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دارد که در گذشته مهاجمان انتحاری نمی‌توانستند خود را به نزدیکی آن برسانند. اما پس از تسلط طالبان بر کشور، این دومین بار است که مورد حمله انتحاری قرار می‌گیرد. خالد زادران، سخنگوی فرماندهی امنیت این گروه در کابل، روز دوشنبه 7 عمل گفت که در حمله انتحاری بر اس بازرسی جنگجویان این گروه در مقابل وزارت خارجه 6 غیر نظامی جان باخته و چند تن به شمول 3 عضو طالبان زخمی شدند. خالد زادران با نشر توییت توضیح داده است که این حمله در یک اس بازرسی در چهارراهی ملک اصغر از مربوطات حوزه دوم امنیتی شهر کابل رخ داده است. از سوی دیگر، وزارت داخلی این گروه ادعا کرده است که مهاجم انتحاری از سوی آنان شناسایی شد و در نتیجه تیراندازی جنگجویان طالبان از پا درآمد. به گفته مسئولان این وزارت، مواد انفجاری مهاجم انتحاری در جریان تیراندازی افراد این گروه منفجر شد. این حمله انتحاری ساعت 1:10 پس از چاشت در هنگام رخصتی کارمندان صورت گرفت.
در همین حال منابع آگاه بر روزنامه اش تصوب میگویند که در نتیجه این حمله 4 تن از دیپلمات های حکومت پیشین کشته شدند. منابع اما تاکنون در مورد هویت قربانیان این حمله اینطوری تاکنون جزئیات ندادند. با این حال عکس های 2 تن از دیپلمات های وزارت خارجه تحت کنترل طالبان در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود. یک منبع تایید میکند که امان الله سلیم و اسدالله امیری از دیپلمات های این وزارت بودند که در پی حمله اینطوری در مقابل دروازه وزارت خارجه زیر کنترل طالبان کشته شدند. از سوی دیگر شفاخانه امرجنسی در کابل اعلام کرده که از محل رویداد 2 کشته و 12 زخمی به این مرکز صحی منتقل شدند که یک کودک نیز شامل زخمیان حادثه است. با این حال خالد زکریا سفیر افغانستان در ایتالیا با نشر تویت گفته است 4 تن از کارمندان وزارت خارجه کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. آقای زکریا با نشر تصاویر این کارمندان گفته است امروز یک بار دیگر شاهد خبر شهادت 4 تن و زخمی شدن 10 تن از همکاران مجرب و مستعد خانواده وزارت امور خارجه در کابل در ماه مبارک رمضان بودیم. یک شاهد عینی میگوید انفجار زمان رخ داد که او با جمعی از همکارانش در حال بیرون شدن از وزارت خارجه بودند. او که به شدت از این حادثه شوک دیده است میگوید هیچ باور و اعتماد نیست که کار خودشان طالب ها نباشد، به خاطر که تفنگداران این گروه بسیار با خیال راحت بعد از حمله ایستاده بودند و معلوم میشد که از جریان حادثه آگاهی داشته باشند. دقیق نمیدانم که چه گپ بود، اما حس میکنم قربانی رقابت های طالبان شدیم. این شاهد عینی که در وزارت خارجه تحت کنترل طالبان کار میکند معتقد است که جنگجویان این گروه قابل اعتماد نیستند و مسئولیت جان و مال مردم برای آنها اهمیت ندارد. با این حال نوارهای تصویری پس از این حمله که در رسانه های اجتماعی دست به دست میشود، ناله های سوزناک یک کودک زخمی را بازتاب میدهد. این کودک ظاهرا توسط یک راننده تاکسی به شفاخانه منتقل میشود با صدای دردناک میگوید مرا ببرید، من میمیرم، من ساجق میفروختم. راننده به او اطمینان میدهد، او اما از شدت درد به خود میپیچد و گریه امانش نمیدهد. با این حال یک نوار تصویری دیگر در رسانه های اجتماعی منتشر شده که حیرت یک شهروند را در ماه مبارک رمضان برانگیخته است. این شهروند کشور میگوید یک نفر چطور میتواند در ماه روزه حمله اینطوری کند. در همین حال محمد شفق خواتی سفیر سیار دولت حکومت پیشین در ایران در صحبت با روزنامه 8 صبح حمله بر وزارت خارجه طالبان را نتیجه اختلافات درونی این گروه می‌داند. سفیر سیار حکومت پیشین می‌گوید برداشت من این است که تصفیه حساب درونی است و کار شبکه اقانی برای تنگ کردن اسرع به قندوری ها و در گام اول منازعه غلجایی عبدالی و در گام بعدی منازعه دیوبندی و شورای هلمند و طالبان اعتداری تل است. با این حال اصیل آوردک از دیپلمات های حکومت پیشین در صحبت با روزنامه 8 صبح میگوید اداره طالبان در قسمت حفاظت از دیپلمات های افغان ناکام شده است. او میافزاید حمله بالای وزارت خارجه آن هم در زمان رخصتی مامورین که این چیز بار گذشته رخ داد عمدی و قصدی است.